ما در نزدیکی فابریکات کود برق مزار شریف قرار دارم امی لحظه. تقریبا 4 توربین داریم ما، هر توربین ما 12 مگاوات برق تولید میکند. از یاب آب نوشیدنی ما فعلا زین میست. آب فابریکه؟ آب فابریکه. اینجا بخش آمریت کنترل برق بود، درست؟ بخش تولید کود یوریا. چند نوع کود داریم؟ اصلا دو نوع کود، از یکی کود دای امونیم فاسفید است که ما نداریم، کود خارجی است به نام آمریکایی، و دیگه کود یوریا است که ما در این فابریکه با تولید میکنیم. بسیار خوب، بیاین. این میشه کود است دیگه. و از او به منعیس غذای خود نباتات استفاده میکنیم. نگیره تون تصمه که کنه گیره فکر شد لالا؟ بله کودا سلامت باشی، بده زنده باشی، بره بخواهی نان تانو بخوری. نایدروژن غذای نباتات است. بله. متوجه شدین؟ اما نایدروژن خودش مایه است. نایدروژن مایه نه، به شکل گاز است در هوا. 78% در هوا نایدروژن است. ما کوشش میکنیم که اینمی نایدروژن را به شکل کریستال در بیخ نبات برسانیم. اینمی فابریکه مخصوص به خاطر امو است که اینمی نایدروژن گازی را چه رقم کنه که به این شکل تربیت شود. اینا خود یعنی 46% نایدروژن است به شکل کریستال. زمانی که در بیخ او میندازیش رطوبت دارد و باز گازات دیگه دارد، ولی مفیده شونمو 46% نایدروژن شد. از بالا میاد. بله. پایین. از بالا میاد پایین. این تسمه میبرد در لیواتور. لیواتوری که دوره نمیکند. او که میکشه اگه اونجا دیده باشید. بله 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 بله. بانمو شکل دانمو لیواتور بالاش میکند. اون میندازه در داخل کندو. میریم یک میبینیم. بریم برادر. آی وای، 50 سال پیشتر چون این جای ساخته شده. در 50 سال که فعلا گذشته، ما چقدر چون این فابریکه و چون این تعمیر و چون این امکانات فراهم ساختیم. در اون زمانی که امکانات هم نبود، ما تانستیم صاحب چون این فابریکه باشیم. حالا اگر چون این فابریکه ساخته شد در 20 سال گذشته، باید منکر نباشیم در بخش آب مدنی، نوشابه، شیرنیباب،
حتی آهن داشتیم، مگر چنین استاندارد فکر نکنم ما داشته باشیم در سطح افغانستان. السلام علیکم. سلام علیکم. همین کود که از میایی در کجا میایی؟ بیانیم برای باید. از این بالا که پایین که بالا کردیم در کجا میفته؟ بیانه بیانه. متوجه شدیم؟ چی شد؟ اینقدر زود پر میشه؟ از این طرف. چه دعای سرتان نام خدا والله. هر شبی که میکند 50 کیلو وزن تا میشود، زیاد تا نمیشود. 50 کیلوش پوره شد اوتومات قید میشود. اینوی 50 کیلو آجله که در عزیجه باز پاسش میته به این یادم و شما میدوزین. والله این ماشین خیاطی ما خب بسیار چوچگک بود. این ماشین خوب ماشین هست، این ماشین روسی بسیار خیلی روسی از هم سابق این ماشینه؟ سابق روسی هست. از دوجه که بوجه ها خطا خورد میفته در اینجا اینه بوجه ها میره بخیر. سر تصمه رو بگی، سر تصمه او نه تصمه ده که از او بغل باز میبرشه مثل دی که بای کارم اندازین شما ده ترمینال میدانوی اینه تا چرخک میتشه اون ده اوجه دیگه بوجا کوت هست ها؟ بسیار خوب بوجا مونه ده موتره بار شده میره دیگه. ده منزلای بالا ما سیستمای کنترولی داریم، سیستمای کنترولی از مرکز کنترول داره که تمام دستگاهشون از این نقطه کنترول میشه. خب ما از این رو میتونیم برایم؟ بله میریم پایان میریم. بله بریم پایان. میریم پایان. بیاین بیادارم. ما قرارداد خود کردیم که تجار است، تجار بدل خود برده میده، برق میگه میبره از جمع ما خلاص است. فکرتان شد؟ خب شما پرچون نمفروشین؟ پرچون نیه، ما همه ساله یک سال داوطلبی میشه که قرارداد میکنیم در بلندترین نرخی که قرارداد کننده میاد با دونمون نرخ. وقتی که قرارداد بسته شد، شرطنامه‌اش امضا شد، اونمو مطابق کنم به او تسلیم داده میشه، با ما پرچون فروخته نمیکنه. کد بول میکنین؟ بول میکنین. خیر ببینین امسال یک تاجر خریده؟ امسال یک تاجر خریده. اونمو میبره؟ اونم بین خود یک تا سن دو تا سن هر چی هستن با ما. خیر ببینین ایرو بند است بری که بریم یکان رای دیگه. پس از امورا نریم یک دفعه، از امورا میریم پس. تا این امکانات پرزنده هنوز ریزرب تا تاویل خانه اگر این تصمه اگر خراب شد و هنوز هم داریم هنوز هم در چندش اضافه داریم اینجا. این یا رو میبینین این را برا یا تصمه تا هنوز بکپ شد کشور روسیه یا شوروی سابق تا هنوز بکپ شد در کانتینر ها بر از اینا داده اگر این خراب شد باز گفتین گازات گازات مضر اینمی می سوخت در تمام فابریکات کیمیاوی. یک مقدار گازات مضر باید به هوا پرتاب شود و بسوزد، به خاطر بسوزد که مضریتش صفر شود. بله ایده میجه می سوخت. ما در کلیم یک چیز دیگه ما گفتم ما یک داش جور میکنم اینمی گاز دادم بالا نسوزد زیر زمین بسوزد. ابتدا اون دو دانه داش که اونجا نیست بله. داخل معبده این دو دانه داشت جور کردیم. وقتی که اینجا سنگ انداختیم و خشت پر کردیم فوق العاده نتیجه خوب داد. پخته شد. پخته شد.
بالاخره من گفتم که یه میکشم بیرون قرارداد کنیم. در قراردادش فعلا 2,50,000 پول نقد میگیریم. 2,50,000 ماهانه میگیریم و 15 تن چونه را از خود فابریک ما مصرف کنیم. بگذارن شد؟ اینم یک ابتکار. اینه با میاد. یک چیزی که در فضا میسوخت. در فضا میسوخت این حال اونو از پیشش. فعلا اونجا اون مردکار رو میبینی که اون کوت سنگ داره در پشت دیوار ما. بله بله. از داخل محوطه مکمل کشیدمش. سیستمش تغییر دادم. بیرون بردمش اون بیرون محوطه میسوزد اون داشاش رو میبینی که لنگ کدر هایست. متوجه هستید؟ به حساب او دو پایه که معلوم میشه فهمیده آنه چونه تولید میکنه فوق العاده واید میگیره همه واید میکنه همه یک چهار پا با شما میتونه ما آنه فوق العاده شده مای 2,50,000؟ مای 2,50,000 جمع 15 تن چونه خالص بر شما میتونه بر ما میتونه چونه رو چی میکنین شما با؟ چونه رو ما در تصفیه کیمیاوی آب مصرف داریم به خاطر نرم ساختن آب باید ما از چونه استفاده کنیم اینه با چونه ما میگه مفت افسوس که من در کیمیا یک ذره نالایق بودم اگر نه حالا میفهمیدم شما چی میگین از این معادلات وقت صحبت میکنین من نمیفهم خواه دوستا مانده نباشین و خسته نباشین گزارش ما گزارش طویل بود تا این لحظه از فابریکات کود برق مزار شریف حال میریم در این بخش به سمت تولید برق اینا برق چگونه تولید میکنن یا چه قسم یک جای است جایی که برق تولید میشه واقعا یک فابریکه است که در سطح افغانستان فعلا فکر میکنم با چنین امکانات هیچ فابریکه در سطح افغانستان نداریم در گذشته از این که فابریکه جنگلک بالاتر بود و فابریکه گلبهار نساجی گلبهار شاید در رده سوم بیاید این فابریکه از نگاه کیفیتش در رده اول از سطح به سطح جهان از نگاه کمیتش که مقدارش کم است وسط پایان است که یعنی در گذشته در فابریکه جنگلک اتا موتر میگن ساخته میشه در واقع خواهیه با فابریکه جنگلک ما مقایسه کرده نمیدونیم بخاطر ازی که فابریکات کیمیاوی او واقع چیزی به خصوص خودشانه داره خواه یعنی در بخش کیمیاوی اول است اول است اول سیار خواه ولی فابریکات جنگلک و نساجی و یا با در دفاعی بسیار بعدی پایان میاد و گفتین دزدا اکثرا میخواستن که دار و ندارش به غارت ببرن خصوصا در طول جنگا مگر کارگرها سینه های خود از سپر ساخته نه؟ بله بله کارگران نگذاشت که اصلا چرخهای فابریکه به توقف برود اگر توقف میکرد در اون صورت زمینی خود تخریب فابریکه به وجود میامد بله. ولی خوشبختانه هیچ وقت در تمام جنگ ها ما نخواستیم که فابریکه ما توقف کنم پیشتر گفتین که 70% امکانات به شکل بکپ هم شما دارین بله اگر تخریب میشه دوباره وسایل دارین 70% پرزجات سابق در تابل خونه ما خیلی به قدر کافی موجود است یعنی از 50 سال پیش تا هنوز باقی مانده بله بله باقی مانده اگر پروژهاتی که باز کمیاب باشد نباشد به طور مثال پروژهات مصرفی ما مثل کتلس، موادای مبلایل و تیلبا و این چیزها رو ما میخریم و نگذاری نمیشه خب اینی پایه ها در مکریان هم از چند جای دگاه هم هسته از یه بخار بیرون میشه حتما خب این به نام دودکش هست دودکش فابریکی پرد گاز زمانی که در میگیره خامخا از خود دوده تشکیل میده بله و نمو دوده گازها تمام همش از قسمت بالا قرار میده بیرون میشه به خاطر اینه بلند جور میکنن که امی گاز مضر بلندتر بره تا به انسان ها ضرر نرسونه خامخا وقتی که خود متان در میگیره از متان گاز کربن به وجود میاد گاز کربن مضرترین گاز است به صحت انسان به او خاطر باید در هوا بسیار بلند و از این که خودش گرم است اما تو فرار کرده میره به هوا
فعلا ما در جای رسیدیم که چهار دستگاه تولید بخار وجود داره و قانون مقررات قسم است که شما از یک بخش به بخش دیگه میرین، باید آمر بخش را خبر بسازین تا یک دخالت وظیفایی یا کدام مشکل ایجاد نشه. او زمان دیگه سوال و جوابش سخت است که شما چطور داخل شدین و چنین مشکلی به وجود آمده. ما منتظر آمر بخش را داریم. بالاخره کسی که مسئول بخش برق هستن، اونا هم اجازه خود را گرفتن که حاضر شون و صحبت بکنن. ما را میبره به طرف جاهایی که برق چگونه تولید میشه. ایزینه ها همی سیخای حالا که یک قدر مقاومت داره؟ نه سیخای بسار اینجا کدام بخش است؟ چی گپ است؟ این بخش تولید بخار است. اینجا تولید بخار است؟ بله تولید بخار. اینجا ما بخار تولید میکنیم. توسیه نمی کتیولا. ما پنج کتیول داریم. سه سال است. یکیش اواریجی است. یک چند سال میشه نسبت اواریجی های سنگینی که بودن. فعلا توقف است که در روزا ما ایرا رویدیس گرفتیم که ترمیم کنیم. و یکیش هم ریزرف است. سه کتیول فعال داریم فعلا. بسیار خوب. اینجا بخار تبدیل میشه میره بالا میره چگونه؟ اینجا آب به بخار تبدیل میشه. آب به بخار تبدیل میشه در مراحل مختلف. چند مرحله داریم، مثلا سه مرحله گرم میشه، در مرحله بعدی به بخار تبدیل میشه و بالاخره در مرحله آخر خشک میشه بخار. وقتی که خشک شد بخار خشک میره طرف توربینا. او باز بخش علایده است. بخار در اونجا چی میکنه او رو بعدا برتون میگم. ما در اینجا میریم بخار پیش. در اینجا بخار آب به بخار تبدیل میشه. میبینین گاز در داخل کوره میسوزه. سه مرحله در اینجا آب گرم میشه، در مرحله چهارم بخار تبدیل میشه، در مرحله پنجم بخار خشک میشه. داخل از این نلا آب است. داخل این نلا آب است. سه طبقه اکانمایزر میگن برش آب است که آب گرم میشه. بعد از اون در مرحله بعدی که چه مرحله چهارم است، این بخار به بخار تبدیل میشه و در مرحله خشک کننده بخار به خشک میشه. فلزات است این چادر یا گرم نمیه؟ چرا اینا در بین در پشت سر شده داخل از این خشتای مقاوم حرارت عایق شده، با خشتای مقاوم حرارت عایق شده. یعنی دمی 50 سال مو خشت رو از خود در جریان کار شاید تخریب شده باشه، ولی دوباره ما خودی ما رو ترمیم کردیم. یعنی داخل از اینکه سرد شما میتونن بله داخل از اینکه سرد میشه ما داخل میشیم، نالایی که در جریان کار سوراخ میشه تعویض میکنیم، ولدینگ میکنیم، خشتای ترمیم میشه، گرلکایش یا در دیندایش ترمیم میشه. این همه کارهای ترمیماتی در اینجا توسط همه کارگرای خودی ما انجام میدیم. بالا بسته کنین من یک رقم بهتر سال جای ترس هم مدیسه جان چور حرارت بالا جای ترس هست 1500 درجه حرارت از آخر خدا از آتش دوزخ نگاه کنه از دوزخ بلا 500 درجه مصبت مصبت درجه حرارت سانتیگریت هست Thank you.
برق تولید میشه؟ اینجا برق تولید میشه، این توربینات. برق ما برق حرارتی است. وقتی که بخار شما دیدین کتیول ما تولید کردیم، بخار خوک شد، میایه پره های توربین به دوران گردش میاره. توربین ها اینجا است؟ ما 4 توربین داریم. هر توربینی ما ظرفیت اعظمیش 12 مگاوات است. یا 12000 کیلووات برق است تولید ظرفیت اعظمیش. فعلا نظر با ضرورت ما تولید میکنیم. هر قدر که ما ضرورت مصرفش داریم در تولید کود و در سایه ریایی و اطراف از جایی که از ما برق گرفته. نظر به همون ضرورت برش برق میدیم. فعلا این توربین ما اگر بخواهیم بیاییم ببینیم. نمونه 7.5 مگاوات تولید داره توربین نمبر اول ما. 7.5 مگاوات یعنی 7500 کیلووات برق فعلا تولید میکنه این توربین. 4 توربین است، 3 فعال است، یکش رزرو یادات ترمیم می باشه به نوبت دورانی. اینمی تولید 3 توربین ما تکافوی ضرورت فعلی ما را میکنه. این ماشین دمو زمان 50 سال پیش مونتاژ شده اینجا. زمان 50 سال پیش مونتاژ شده تا هنوز کار میکنه، ترمیمش همه گپایش مربوط خود ماست. خود ما با کارگرای ما ترمیم میکنیم. هیچ خارجی هم نیست. هیچ خارجی هم وجود نداره. شما چند سال از تجربه کاری داره اینجا؟ ما 26 سال است که در فابریکه کودبر کار میکنیم. همینجا کهنه شدیم؟ کهنه شدیم تقریبا. بله تشکر. میریم میریم. یا دو شیشه ای است؟ دو شیشه ای پی وی سی آله بر آمده مگر ما این در اون زمان روس هایی فکر داشتن؟ این نظر به موقعیت است نی؟ هر جایی که چیز صدای بلند و اعتزاز باشه ایره به مخاطر ساختن که هم صدا عبور نکنه هم در اعتزاز دود میدن است یک شیخ میدن است شما بفرمایید که اینجا معلوم میشه که بسیار جای مهم است. مرکز کنترل این مدرسه بیجا معلوم میشه زیاد مهم است. این مرکز کنترل فابریکه برق است. این 3 بخش داره. یکی بخش مصرف است که ما در تولید کود مصرف میکنیم. بله. یکی بخش تولید خود ماست یا توربینایی که تولید میکنه اینجا از این بخش کنترل میشه. چقدر برق تولید میکنین اینجاست؟ بله. کنترلش اینجاست. توزیع برق همینجا است، مصرف این همینجا است، همه که باز همینجا کنترل میشه. بله. و یک بخش داخلی خودی ماست که چقدر ما مصرف داخلی داریم. داخلی چقدر مصرف دارین، چقدر به دست میارین و چقدر در بخش کود میره. بله در بخش کود، سایه ریایش، اطرافش، هر جایی که از ما برق گرفته. بله. یعنی از همینجا کنترل میشه. ارتباطات شعبات، ارتباطات با خود فابریکه، ارتباطات با ساحه، همه که از اینجا چیزی که مربوط مصرف میشه از اینجا و چیزی که تولید داریم آید میگیریم و چیزی که مصرف میکنیم مرکز کنترلش همینجا است. این مرکز کنترل فابریکه برق است. نوشان این میزا هم از همون دوره است؟ این میزا هم از همون دوره است. میزای روسی است. دیسکا از همون دوره است، میز از همون دوره است، از زمان مونتاژ است. اما وقتی که مونتاژ شده این میز جور شده مانده یعنی می کارگرا تا فعلا از این استفاده میکنه و کار میکنه. بسیار خوب، بسیار خوب. شما بیاین تلفن ها رو یک دفعه ببینین. استفاده میشه مدرسه بزین؟ صد سال دیگه هم عمر داره. تلفن های روسی است. ای دیگه شیپش. این نمره مستقیم است. این نمره مستقیم است. خیره خیره برای. آله. این شما هم رقم هست. از او توکیش این هیجه هست ها؟ نمره ای هست. ای مستقیم ساحه هست. ای داخلی هست. ای و ای او داخلی هست. او مستقیم دسپیچری عمومی فابریک هست. و ای هم مستقیم از عمر تولید هست. که دوم جمعه تلفون به می شکل ماندگی هست. خب.
اینجا بخش آمریت کنترل برق بود، درست؟ آمر صاحب بسیار تشکر از شما. از اینکه لطف کردین و معلومات دادین. از شما هم تشکر که خبر ما را گرفتین. خواهش میکنم، خواهش میکنم. خدا حفظتان باشه. بابان خدا. دوستا سلام، مانده نباشین، خسته نباشین. تشکر از اینکه چند روز از شما گزارش های پی در پی از فابریکات کود برق مزار شریف و بیننده هستیم و بدون شک مانند من هر کدام شما اگر بر اولین بار چهره این فابریکات را دیده باشین و دیده باشین که تعداد زیاد کارگران این فابریکات از سن جوانی و نوجوانی کار شروع کردن اینجا تا ای که آلومینیایشان سپید شده کاملا و در اون زمان این هم بسیار زیاد مهم است که مانند مکرویان ها، مانند فابریک جنگلک، نساجی گلبهار و جاهای دیگه که شاید نامش ما بیاد ندارم و یا شاید بلد نباشم در زمان روزها یا شوروی سابق ساخته شده. یک مقایسه کوتاه که او بر قدرت هم آمد کار کرد به افغانستان یک تجاوز کرده هر گبه بود او را در جایش میمانیم. ای که چه پس از رفتنشان مان بر ما ای هم معلوم است و ای کسای دیگه که اخیراً آمدن و رفتن چه کارکردهای داشتن و چی از اونا باقی مان که ما مورد استفاده قرار بتیم ای هم یک گپ معلوم است. اما ما به طرف موضوعات سیاسیش نمیریم، صرف یک گوشزد کردیم بر شما. فعلا ما به دفتر کاری رئیس صاحب فابریکه کود برق مزار شریف هستم. کسی که کنار من نشستن از زمانی که امارت اسلامی آمده، یعنی حدودا یک سال میشه که اینا منحیث رئیس فابریکات کود برق مزار شریف اشغال وظیفه کردن. بسیار گپای مهم یا سوالات در ذهن شما خطور کرده در جریان ای که در چند بخشی گزارش ها را بیننده بودین برای چند روز و چند شب. اما سوالا را من میخواهیم از رئیس داشته باشم و اینا ممکن برای ما پاسخ مناسب داشته باشند. بسیار زیاد تشکر از شما، سلامت باشین که بر ما فرصت دادین تا بیاییم چند کلمه سوالی که به ذهن ما و به ذهن مردم پیدا شده از شما بپرسیم. سلامت باشین. ریاست کوری برق یکی از ریاستایی هستن که به خاطر منافع دولت کار میکنه و الحمدلله که امارت اسلامی آمده. انشاءالله تا جایی که امارت اسلامی، مسئولین امارت اسلامی تانستن مشکلات مردم و خاص کر به ارتباط کارگری فابریکه کوری برق، انشاءالله مسئولین اشتای تلاش کرد تا تانستن که مشکلات مردم را انشاءالله حل ساختن. بسیار تشکر رئیس. من زمانی که گزارش ثبت میکردم در اینجا من شنیدم، خبر شدم که در زمان دولت گذشته برای 3 ماه پرچاو بودی فابریکا و بهانه جویا یا راجوری های جریان داشت میگفتن به خصوصی ما بدل بسازیم یا این فابریکا را بفروشیم یا اجاره بدیم به کسی. از این موضوعات شما خبر دارین؟ البته حالت جنگی بودن، در اول سال جنگ بودن و علت مختلف داشتن. سیس فابریکا قسمی که ما خبر هستیم و دیجا مردم صحبت کردیم تقریبا 6 ماه فابریکا توقف بودن. بعد از 6 ماه بسای تلاشی مردم و مسئولین امارت
اونا پاکستان هستن که امو مواد خامش که گاز از شبرغان میاد اونا رو پس تهیه کردن، مشکلشان حل شده. مشکلشان حل شده. یعنی هدف ما این بود که توانایی یک حکومت تا این حد به سطح پایین رسیده بود که قرار بود این فابریکه را به فروش برسانن. البته به شما بهتر معلوم است که فساد در رو حکومت قبلی در حالت رسیده بود مردم و خود در داخل حکومت مردمی بودن که یک به دیگر معامله می شد و مشکلات مردم حل نمی شد. اگر مظلوم آدم هم به خاطر رفت مشکلشن در اداره استاده می شد تا که اونجا پیسه و چیزا داده نمی شد مشکل مردم حل نمی شد. در اداری که خودت رئیسش هستی حدوداً در حدود 1500 نفر ممکن کارمند باشه یا کارگر باشه در این فابریکا، وضعیت را چگونه بررسی میکنین؟ چیز به نام شیرنی گرفتن، رشوت گرفتن، کمیشن گرفتن، این چیزا وجود داره؟ الحمدلله امارت اسلامی که آمدن و ما را اینجا به فکر یک خدمت و مسئول دیجا روان کردن تا که معتان استم سیست کشمی که شما خبر استم سابقه بودن، حتی یک چپراسیم در یک مکتب شما پرسان کده باشین که بدون اجازه که حتی یک پینجایی کارتم نمیده اجازه نمیده. قسم ریاست کوری بر همچنان دیگر ریاست ها در نظام همه حالت بودن فساد بودن، الحمدلله امارت اسلامی که آمدن و خاص کرد در ریاست کوری بر الحمدلله فساد و لگوم است. انشاءالله نظم خوب است، مردم راضی است از کارکردگی امارت اسلامی، از مسئولین امارت اسلامی انشاءالله راضی استن و خدمت کرد. شما زمانی که به حیث رئیس فابریکه تعیین شدین، اشغال وظیفه کردین، چقدر تولید داشتین خصوصا در بخش کود؟ البته تولید خو کم بودن، تقریبا در حدود 70-80 تن بودن. در زمانی که امارت اسلامی آمدن و سعی تلاش ریاست بودن و حمایت از وزارت بودن کوشش کردن و خاص کر مسئولین تشویق کردن، انشاءالله عالی عواید خوب است و سطح تولید تقریباً تا 100 تن تا 112 تن هم بالاست. از 70-80 تن زمانی که شما آمدین به 120 تن رسیده؟ تا 112 تن هم تا 112 تن رسیده. اگر این قسم شفایی بر ما ساده بگوین تا مردم ما بفهمن، عواید که پیش از امارت بود، پیش از اینکه شما به این رئیس شوین، چقدر عواید داشت این فابریکه و حالا چقدر عواید داره؟ تقریبا در اون حالت خوب عواید بخیر دیگه نبودن، در حالت نبود بود، به این خاطر که مشکلات هم بودن و این فابریکه تقسیم شده بود در اون حالت بین احزاب، بین افراد، مثلا شبرغان دوستم حق می گرفتن، دیجا جمعیت حق می گرفتن، دیگه مثلا تمامی تنظیم والا تقسیم کرده بود بین خود، عوایدشان در دولت نمی رفت. اما حال ماهانه چقدر شما پول نقد به دست میارین از این فابریکا؟ ما روزانه الحمدلله که روزانه تقریبا 5 میلیون عواید داریم. روز 5 میلیون؟ روز 5 میلیون عواید یا ماه 5 میلیون؟ نه روز 5 میلیون. 5 میلیون عواید ما؟ 5 میلیون عواید از درک کود ما عواید داریم و دیگه فرعی عواید ما که هستن تقریبا در حدود از طریق اکسیژن که سودا میشه تقریبا در حدود 50,000 تقریبا در ماه 5.5 میلیون تا 6 میلیون که عوارضات نباشه انشاءالله میشه. در روزه؟ بله. در روز 5.5 الی 6 میلیون درست است؟ که تقریبا شما ای را 5 میلیون در 50 میلیون 3.15 تقریبا 150 میلیون در ماه، تقریبا بیشتر از 150 میلیون شما عاید دارین فعلا. یک فابریکه ای که کاملا استاد بود و هیچ عوایدش به دولت نمی رفت، همونطور یک چیزه. این همکارا از سابق هستن، همونطور یک موضوعی بوده دیگه که در گذشته استاد بود به دولت نمی رسید. اگه می رسیدم یک چیز ناچیز بود من، یا مو چیز ناچیز هم نمی رسید.
این خوب بسیار یک خبر خوش است که ما در ماه بیشتر از 150 میلیون افغانی از یک جای عاید داریم که کاملا استاپ بود. تقریبا چند وقت پیش یک گزارش در ولایت در جلسه عوایدی بودن، ما در ربع اول 308 میلیون عواید کردیم. نام خدا. خب، این بود موضوع عواید، بلند رفتر عواید و یا چقدر منفعتتان بر مردم افغانستان و بر دولت میرسه. بر دولت در کل میرسه، اینکه دولت چقدرش باید بر مردم افغانستان در کدام بخش ها مصرف میکنن، او کار از اوناست. شما در این بخش کارتان نکردید، ماشاءاللهتان و آفرینتان، خداوند خیرش و نصیبتان بکنه. و در بخش کارمندا براتان بر ما بگوین، شما زمانی که آمدین منحیث رئیس تعیین شدین، اشغال وظیفه کردین، چه تعداد کارمند یا کارگر در اینجا مصروف کار بود و فعلا چه تعداد هستن؟ کم شدن، زیاد شدن؟ اگر زیاد شدن چه تعداد زیاد شدن؟ تقریبا در حدود 1640 نفر عجیر و معمول کار میکردن. 1640 نفر؟ 1640 نفر و حال تقریبا 300 کم و زیاد. باز اجازه ما گرفتم از وزارت مالیه به خاطر که بعض مردم تقریبا 5 سال 6 سال میشد یک کسی شامل نشده بود. البته مشکلات ها بود اون زمان. حال امو اجازه را ما گرفتیم، تقریبا 3 دور امتحان داده مسئولین، در اون دور 58 نفر حال کامیاب شده. انشاءالله اسنادایشان زیر بررسی است، کار میکنه سرش. در صورتی که تکمیلش ما داخلی تولید روان میکنیم. حدود 300 نفر؟ حدود تقریبا 300 نفر. جناب رئیس، این کسایی که شما امتحان گرفتین، اینا 12 پاس هستن، بی سواد هستن یا از یک بخش باید فارغ شده باشن؟ اینا تقریبا اکثریتشان انجینر است. خب، بخش مختلف. یعنی در این بخش باید یک اندازه سواد داشته باشن؟ بله، انجینر. اکثر ما کوشش ما این است که داخل تولید، خاص کر بخش هایی که تولیدی هستن، اونجا انجینر ضرور است که اونجا کار عملی را تر یاد میگیره. بسیار خوب. یوم یک گپ نو است و گپ است که مردم افغانستان خوش میشن با شنیدنش. در یک بخش دوم بر ما بگوین که مردم شاید زیاد دلهوره داشته باشن. امی ماشا چه رقم است مسئلهش؟ قیمتی خوب به اوجش رسیده؟ ماش بلند شده یا ماش شانه پایین کردین؟ بخطر در بعض اداره ما که پرسیدیم گفتن 1000 افغانی یا 2000 یا 1500 افغانی ماش ما کم شده. اینجا وضعیت ماش چه رقم است؟ الحمدلله که امارت اسلامی آمده. شاید شما پرسان کرده باشین، اولین اداره یا اولین ریاست کوهبرگ است که به مردم که امارت اسلامی آمد معاشات اجرا کرده. معاشاتشان پایین بودن، ما تلاش کردیم، چندین دفعه وزارت رفتیم که مردم مظلوم است، مشکلات ها دارم، مشکلات های اقتصادی دارن و اونا امرای ما قبول کردن، معاشات مردم بلند بردن. سابق که یک اجیر کارگر 6000 7000 معاش میگرفت، حالی 16000 7000 تا 19000 معاش میگرفت. یعنی ما شما دو چند ساختین شما؟ به اجازه وزارت بود البته. این پیشنهادم شما کردیم؟ از شما کی خواهش کرده بود؟ کارگرها خواهش کرده بود مشوره داد براتان؟ یا خودتان فکر کردین که باید معاش کارمند بلند شود؟ و البته نسبت به عواید که عواید روز به روز خوب میشد. بله. و ما دانستیم که مشکلات مردم دیدیم که مردم در کدام حالت است، فقر زیاد است، مشکلات زیاد است. چیزی تقاضای ریاست بودن، چیزی تقاضای کارگر بودن. خداوند در وزیر صاحب اجر بوده، اونا همکاری کردن، همدردی کردن و خاص ریاست شرکت ها مسئولشان همکار بودن، راضی بودن دیگه که اون مردم به ایجا آمدن، ای ساحه گازی هست دیدن که واقعا این مردم مشکل دارن، با اونا همکاری کردن، مشاهده بلند بودن. خدا خیرشان بده. این کار هم یک کار مثبت که مردم خوش میشه با شنیدنش. شما منحیث رئیس فابریکه با کارمندایتان رویتان چه رقم است؟ الحمدلله روی ما انشاءالله مثل یک برادر واری، مثل یک مسئول والی خود احساس نمی کنیم که ما ایجا مسئول هستیم. قسمی که مشکل کارمنده داشته باشه انشاءالله
بدون که ممانعت دروازه ریاست واس هر وقت که ما در رسمیت ایجا باشیم خدا مشکل نیستن هر کس میاد مشکل خدا میگن تا حد توان خود مشکل شما صبحانه چند بجه شما به دفتر کاریتان میاد؟ تقریبا 8 بجه مشفتکارا میاد 7 بجه 7 بجه میاد شما پیش از شفتکارا میاد؟ پیش از کارمنده یادی؟ همه روزه یا یکان روز؟ تقریبا روز میاد کدام وقت؟ با چند بجه میرین رخصتیتان چند بجه؟ 3 بجه انشاءالله رخصتی از عمومی همه گیتان یک جا میرین؟ چند موتر امرایتان رفت آمد میکنه به خانه؟ امرای من؟ بله نیو زمان که سابق بودن الحمدلله گفا نیستم امارت مسئولین شکلگی یک موتر داره یک والی سب یک دو موتر داره دیگه شکلگی شما یک موتر داره؟ بله ما یک موتر با اونم یک موتر رفت آمد میکنه چند نفر تعقیبی داره؟ ما محافظین نداره محافظ نداره؟ هیچ؟ کدام وقت مجاهدین های ما هستند ده نفر به خاطر محافظین ولایت دادن بعض وقت یک مجاهد امرای ما اکثر یعنی به سطح این فابریکه شما ده نفر نگهبان دارین محافظین هستند کو محافظین اصلی شما نیست محافظین فابریکه هست محافظین ریاست هستند ریاست هستند خب بسیار تشکر در رابطه به سطح علمی تانم بگوین مردم دوست داره بفهمن شما حتما مدرسه خوانده ما تقریبا اسناد دوره صغرا را داریم و ما تقریبا 7 سال زندان تیر کردیم پلی چرخی بگرام در چاپا ما دستگیر شدیم در کجا دستگیر شدیم؟ در نسواره چاربولک چاپای امریکایی بود خود امریکایی شما را گرفت؟ ما امریکایی دستگیر کردم باز دیبن بگرام 3 سال بودیم بعد از 3 سال در یک تخفیف کی وقت کرده پاچه بودم خیلی ما رها شدیم تقریبا من یک 3 ماه بودیم بعد از 3 ماه بعدا دستگیر شدیم باز دستگیر شدیم باز 4 سال تیر کردیم تقریبا 7 سال ما بگرام کل چرخی یک سال تقریبا در مزار چند ساله شدیم؟ تقریبا 35 سال 35 سال هستیم جوان هستیم کدام گپ بسیار مهم اگر من نپرسیده باشم از شما و شما بخواین برای مردم بگین بفرمایین بگین سلامت باشین در مردم کدام گپ خاص نداریم خانه همگی ما شما هستن تا بتانیم مسئولین امارت اسلامی کار بکنه که ملت از پیشان راضی باشه مسئولین از ملت راضی باشه انشاءالله به هماهنگی یک خانه جور میشه یک سوال بسیار کوتاه میکنم و تو یک پلان هم دارین که شما روز تا روز عایداتتان بالا آورین تعداد کارمندان هم زیاد بسازین یعنی به طرف پیشرفت در حرکت باشین یا میخواین در اینمی حالت کارتان پیش بره؟ نه الحمدلله از او لحاظ ما پیشتر صحبت کردیم که 58 نفر تقریبا حال امتحان دارن این رو به افزایش است از کارمندان اواید انشالله بعضی یک مواد است به نام کتلیست که نصفشان حالی آمده ما دیدیم دو بلراخ است نصفشان دیگه میای انشالله امیدواری است که سطح تولید تا 150 تون بالا بره بسیار تشکر از شما سلامت آهنگری، کوچه علبی سازی، کوچه روغن فروشی، تمام کوچه ها در اینمی دور برم است. از قالب های خشت هنوز هم در اینجا رواج است؟ بله، میخورم. چند از قالب های خشت؟ 400 سی و نیم ست. 400 سی و نیم ست. چقدر خشت زدیم یک زمان ما؟ این روغن پخته است، معلوم دار است، روغن پخته است دیگر، روغن خارجی معلوم نیست در روغن. شما خودتان استفاده کردین از روغن؟ نه. قدیمی ترین نفر خودت در این سرای هستی؟ من میگم این سرای که جور شد غیر من مندیم خلاص دیگه هیچ کس نمونده همه مرده مگه من فکر کردم یک شست شد سپین باشی نه خیلی حتما اون مردای روغن زرد هستین قدیمی ترین
ساحه شهر مزار شریف این منطقه بوده در اوائل.